سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم تو کوکتیل تیوی خیلی خوش اومدید به یک رپ حواشی دیگه. امروز قرار با هم بررسی کنیم حواشی که بوده حول محور صحبتی که معاون هنری وزیر ارشاد در رابطه با مجوز گرفتن رپرها داشته، واکنش سامان ویلسون به این داستان، تیکه‌های امیر اپیکور به سوشی پاپولوژیس و کاگان و همچنین واکنش سینا به این داستان که میگفتن آقا رضا پیشرو با آرجی بسه. بریم که با همین رپ حواشی رو داشته باشیم. معاون هنری وزیر ارشاد اومدن گفتن که اگر خوانندگان رپ میخوان مجوز بگیرن باید پاپ بخونن. حالا اینکه مشکلشون با رپ چیه، اون فلوئه که دارن یا مدل خوندنشونه یا بیتاش سبکشه، نمیدونم این تعریفش از پاپ اینجا چیه دوستمون، چون به هر حال ما دیدیم چند تا آهنگی که پاپی که توی چند سال گذشته اومده و بیتا خیلی ترپی بوده. حالا بعد ببینیم منظورش چیه. فکر می‌کنم منظورش اینه ببین ناله کنین دیگه، یه جورایی دیگه مثل آرمین زارعی که حالا 20 تا راجع به دوست دخترتون بخونید، حالا بیان یک کم اینو ملودیک‌تر بخونین که بتونین برین رو استیج. سامان ویلسون هم راجع به این داستان چند تا وایس گذاشت، میشنویم با. جالبه واقعا، میگن مجوز رپ نمیدیم در صورت اینکه پاپ بخونن، رپرها بهشون مجوز میدیم. یعنی چی؟ یعنی خب هم پاپ بخون، آها رپر اگه پاپ بخونه میشه پاپ آرتیست، یعنی چی پاپ بخونیم؟ دیوانه اینا. یعنی چی اصلا؟ تمام ماهیت این داستانه که ما با شلوار راه میریم، دامن نمیپوشیم. میگی دامن بپوشی راتون میدیم تو این رستوران، نمیخوایم اصلا. کی مجوز خواست اصلا؟ یه رابطه عاشقانه دو نفر رو چند بار میشه راجبش خوند، راجب همه چیش. رفتی بیا بر نگرد، دلم تنگ شده، جات خالیه، عاشقتم، دارم دیوونه میشم، بارون داره میاد. چند بار دیگه، یعنی چی قراره بشه؟ حالا الان اومدی دیگه بمون، قبلیه مثل تو نیست، تو مثل بعدی نیستی. دو نفر با هم چقدر میتونن سر کله بزنن؟ رپ تنها چیزیه که باز میکنه راجب بقیه مسائل اجتماعی، از انگیزه و مدیریت و کار کردن و تلاش و از پایین به بالا رسیدن و از بالا زمین خوردن و همه چی دیگه تو این دنیا میخونه. همه چی که سکس نیست بابا، پاپ واقعا سکسه. یعنی الان تو بغلم دوست دارم بری، دوست دارم نباشی، دوست دارم باشی، بیشتر بچسب برو اونور فلان، تو فکر قبلی من تو فکر بعدی ام، ول کن آقا دیگه. پاپ هم خب این خیلی سطحی نگم داره دیده مردم، میدونم صداشون خوبه، آهنگ گوش نوازه، ولی بس دیگه آدمایی هم هستن تو این دنیا که فقط فکر سکس نیستن. اصلا اگه میخوایم به چسبیم به پاپ، بدین دختر بخونه بابا، همه جای دنیا همینه. از نظر خانم بشنویم این رابطه چجوریه. همش اینجا پسره داره میگه نمیدونم تو بدی یا خوبی یا دلم تنگ شده فلان، نمیخوامت میخوامت. بس دیگه چند بار صدای چند تا مرد گوش بدیم که دارن ناله میکنن که رابطه عاشقانه‌شون به نتیجه نرسیده. بعضیا هستن دوست دارن سرشون پایین باشه، دوست دارن تو بالکن سیگار بکشن، افسرده، دوست دارن از موضع قدرت وارد شن، دوست دارن به بقیه هم روحیه بدن که همه اونجوری باشن که جامعه سر حال شه. چقدر خموده مثلا گریه کنن همه، ول کنین دیگه. بعضی جاها با حاله که یه سری آدمای بیان حرفشون رو بزنن از موضع قدرت، یا آقا هر چی یا جلو من مهم نیست، من راهمو دارم میرم، سرم بالا، سینم سپره، اینا رو نمیخوام. خب همینجوری اینجوری بگین که من دارم میگم، این آدما رو ما دوست نداریم. اشکان کاگان در رابطه با پروژه خانوادگی همچین توییتی زده بود. این پروژه صرفا جهت این بود که میتونی بفرما، به زبون خودمون اعلام ایرگوزی، یعنی بیت اگه نمیزنم چون بزنم که چی بشه، بیا اینجا زدم. حالا یه موضوع دیگه هم که داره، خب خیلی این چند وقته دارن اشاره میکنن که کاگان خودش بیت نمیزنه، صرفا با چند تا سامپل میکر و اینها هماهنگ میکنه و لوپ میچینه بغل هم و آرتیستا رو میاره روش و صرفا این یه جواب اینجوری هم بود که میگه خودم بشینم چیکار اینجوری. این تنها حواشی اشکان کاگان نبود. یه کامنت گذاشته بود زیر پست ایمان اپیکور که به هر حال دیسی بود به خیلی ها و خب اشکان کاگان و هیپاپولوژیست هم توش دیس شده بودن. نوشته بود دندهات اتومات، که ایمان هم ریپلای کرده بود و نوشته بود مگه تو پات به کلاج میرسه. اینو امیر اپیکور استوری کرده بود با چند تا خنده، بعدش هم یه استوری گذاشت به این شکل آقای دکتر منقضی این هشیمشیتون رو جمع کنم، باز شیطونیش گرفته یه اون مثل مدگل همه تون رو جنده میکنم. در نهایت هم یه استوری دیگه گذاشت، نوشت ایمان همه تون رو کی میگاد، ما هم یعنی امیر و نیراد و اینها هم میشینن دست میزنن. البته میگفت یه دست میزنن، احتمالاً با اون فیلمی که در اومده از این که ایمان به هر حال با اونا. آره، اما در آخر میرسیم به داستانی که این چند وقته خیلی بلده و اونم اینه که رضا پیشرو بعد از 10 سال که گرفته بود روی آرجی، الان احتمالاً داره با آرجی کار میکنه. خب این از کجا اومد اصلا شروع شد؟ چون تیزر آهنگ بلو رو آرجی استوری کرده بود و نوشته بود استوری که چرس کنم، پست کرده بود و نوشته بود به زودی میاد. حالا یک داستانی که هست اینه که چیزی که من اطلاع دارم اینه که آرجی افتاده دنبال خیلی از آرتیستا و داره آرشیوهای اینا رو میاره روی پلتفرم خودش، بین $4000 حالا تا مبلغهای بالاتر میده که آرشیوها رو بگیره از بعضی از آرتیستا که کوچیک‌ترن، همچنان کل رایتشون رو میخواد، به نوعی رایت مستر میخواد و از خیلی‌ها دیگه فقط حق پخش میخواد. این فقط رضا پیشرو نبوده که الان داره با آرجی کار میکنه، کچی بیتس هم بعد از این سالی که خیلی گیر داده بود به آرجی و راجع مستقل بودن و رایت صحبت میکرد، روی آرجی الان آهنگ داره. خب این یک داستان دیگه هم داره. الان قراردادهایی که داره میبنده آرجی هم رویالتی داره میده، یعنی درصد درآمدی که از اون آهنگ روی سایت و پلتفرمش در میاد و به آرتیستا میده و یا ادوانس میده. به بعضی هم که خواننده‌های بزرگترین هم ادوانس میده هم رویالتی. حالا ادوانس چیه؟ یک پولی جلو میدن واسه این پروژه و اون پروژه رو در اختیار میگیرن. دیگر هم مثل قدیم نیست که روی اسپاتیفای و پلتفرم‌های خود آرتیست نتونه بیاد، بجز عده‌ای از آرتیستا که به هر حال مال این لیبلن و زیر این لیبلن قرارداد دارن، میتونن رو پلتفرم‌های خودشون هم بالا بیارن اون آهنگو بدن پخش بکنن. و خب یه داستانی که هست به نظر من این خب یک پلتفرم بزرگ ایرانی هست، بماند که هنوز رو بعضی از ترکم‌ها داریم تبلیغ‌های بت می‌بینیم از آرجی که باید این کات بشه، چون میدونیم دیگه داستانای بت و این حرفا چیه. اما خب این تلاش‌هایی که آرتیستا کردن برای رایتشون به نتیجه رسیده و یک پلتفرمی هم هست که داره پول میده و خب آرتیست میتونه درآمدزایی بهتری داشته باشه، چرا انجام نده. اما نکته جالبش اینجاست که سینا این رو هم تکذیب کرد، نوشت هر موقع آهنگ لیبل شد یا لیبلی تگ کردیم بعد حرف در بیارید. ما با هیچ لیبلی نه قرارداد داریم نه مبلغ گرفتیم، تمام. خب این ببین یه جورایی مغلطه گره. چرا؟ چون اوکی حتما نباید شما زیر نظر لیبل باشید، اما کارتون رو برای پخش اونجا سپردید. یعنی برای رضای خدا بعد از 10 سال درگیری کارهای شما رو بدون اجازه پخش میکردن، الان راضی شدید که پخش کنن برای رضای خدا. و این هم به هر حال واکنش منفی ایجاد بشه، چون خیلی از کامنت‌ها رو می‌دیدیم اینجوری بود که وای از رضا پیشرو دیگه داریم ناامید میشیم به خاطر حال حواشی که این اخیر بود و این داستان‌ها. ولی خب شما دارین از این پلتفرم برای پخش استفاده می‌کنید. اجازه بده نپذیرم که هیچ هزینه‌ای نگرفتید و اگر گرفتینم حقتونه. چرا تکذیب می‌کنید؟ آقا آرتیست زحمت کشیده، کار رو پلتفرم خودش داره میده. اون دوستانی که رو پلتفرم خودش هستن گوش میدن، اون دوستانی هم که توی آرجی هستن دارن گوش میدن و حالا هم میتونه به مخاطباش اضافه کنه هم درآمدزاییشو. در ته داستان مشکلی نداره، مگر اینکه اسپانسر بت هم حالا اد بشه این داستان ها. یعنی این کاره به نظر من، چون شما هم خودتون 2 تا 4 تا بکنید، یه کاری دارید انجام میدید، همچنان 1000 تا رسانه هستن کارتون رو دارن دزدی میذارن، خیلی‌ها دارن دزدی گوش میدن و اون بازخوردی که در حد اسمت هست و شاید نداری و اون درآمده رو نداری. اینجا رو شما فکر بکن که آرتیستی که 10 سال داشته با این چیزا میجنگیده، 10 سال داشته راجب صلح، 10 سال داشته راجب اینکه با هم اتحاد بکنیم، راجب اینکه بیایم مارکت رو درست بکنیم، تمیزش بکنیم، بیایم رو پلتفرما آرتیستا درآمدزایی داشته باشن، داشته کار میکرده. تاش درسته به این نتایج رسیدن، اما نتایج اونقدر مطلوب نبوده، چون خیلی های دیگه هستن که همینها هم از آرجی و به هر حال حرکات آرتیست دارن صبح زور شب ایراد میگیرن، اما دارن آهنگا رو دزدی پخش میکنن. خیلی آدم هم هستن دارن دزدی گوش میدن. شما خودتو بذار جای این دوست. یه همچین به هر حال فرصتی هم داری، درست شده میتونی باشون بهتر کار کنی. آیا بهتر کار نمیکنی؟ کارو انجام نمیدی؟ معلومه میدی. هیچ مشکلی هم به نظر من نداره. فقط دلیل تکذیب سینا رو نمیفهمم و فکر می‌کنم یکم بهتر شل کنیم، چون اکثر کسایی که دارن انتقاد میکنن و درگیرن خودشون یا آهنگو دزدی دارن یا دارن توی چنلشون دزدی پخش میکنن و همش هم شاکیان که آرتیست چرا داره اینجوری میکنه. داداش هم شما اول خودت کارتو درست انجام بده. یه جوری بعضی از رسانه‌ها فاز گرفتن که انگار رابین هودن و آرتیست‌ها اومدن پول مردمو زدن، اینا میان حالا ما بیایم جبران کنیم، مثلا ما از این میزنیم به شما. بعدم شاکیان که آقا این چرا به فلان کار افتاد، چرا به فلان کار افتاد، چرا به بیسار کار افتاد، در حالی که خودتون دارید هولشون میدید تو این کارا. پس به جای دزدی گوش دادن و دزدی گذاشتن روی چنل و فوش خار مادر دادن و اینها، کار خودتون رو حرفه‌ای بکنید به عنوان شنونده، چون شنونده خیلی مهمه تو این داستان. اگر تمام فن‌هایی که رضا پیشرو، کچی بیتس و تمام آرتیست‌های دیگه دارن واقعا اون حمایتی که باید به شهر انجام میدادن، زمانی که 20 بار دارن آهنگ طرفو تو روز گوش میدن، میومدن از پلتفرم خودش گوش میدادن، دیگه نیازی به اضافه کاری نداشت. تمرکزش 100% رو کارش بود. اینکه همش مشکل رو بندازیم رو بقیه به نظرم یکی از بزرگترین مشکلات این کامیونیتیه که اکثرا کارشون رو دارن درست انجام نمیدن، از مخاطب و رسانه و منتقد و اینا بگیر و همیشه هم انتظار دارن از بقیه نه ما اشتباه کردیم، این چرا اشتباه کرد، اینجوری درست نیست. اگر خود همه مسیر رو داری درست میری اوکی، این اشتباه بیا راجبش صحبت کنم. اما در غیر این صورت قبل از اینکه رپ حواشی رو تموم کنیم، خیلی ها من دیده بودم که راجبه حالا صحبت میکردن که ناامید شدن از رضا پیشرو، از کچی بیت و امثال هم. خیلی دوست دارم که بدونم چرا، یعنی این دلیلی که ناامیدید یا اینکه نباید از آرجی بالا بدن آهنگاشونو و پخش بکنن چیه؟ توی کامنت ها حتما بنویسید، خیلی دوست دارم نظر اکثرتون رو بدونم. خلاصه این از این، دمتون گرم، امیدوارم که لذت برده بوده باشید. لایک و سابسکرایب و شیر و این داستانا یادتون نره. برو بریم تا ویدیو بعدی. See you soon.